از حرکتی ایستادم. مسیرم به سمت نور کش می آید. دریچه کوچکی در انتهای راه رو چشم را می زند. گام مرددی به سوی این زخم نورانی بر می دارم. خون روز بر دیوار تاریکی شره می کند. ترس دست روی شانم می گذارد و می گوید اگر بیان که چیزی بیفزاید دهان می بندد. باز متوقف می شدم. تصویر آخرین شکوفه در سرم بازسازی می شود و مرور اگرها کامم را خشک می کند. اگر خون روشنایی را لخته می کند و مسیر لزج و چسبنده می شود. اگر آن سوی نور حقیقتی نباشد، اگر نور دروغ دیگری باشد، اگر این خون عبث آن داد بیهوده، اگر این دریچه به دهان دره باز شود، پایم در خون لخته گیر می کند، راه کش می آید و فاصله تا دریچه طولانی تر می شود. نور سراسیمه آوای مبهمی را هجی می کند، دهانش مزه غروب گرفته، مزه نمی دانم. شب دیگری در کمین است و بهار گذشته. یاد آخرین شکوفه خونم را به جوش می آورد، اگرچه فکر می کنم دیگر دیر شده باشد. در تاریکی لش می کنم. اول فکر فردا و نور، بعد فکر بیداری و روز، وانگاه فکر ترس و تردید در سرم ریشه می دوانند. در عمق سیاهی راه رو چون باطمه میزنم و لمس تیغ سرد اگر بیخ گردنم چیزی از جانم میگیرد و به کام ترس میریزد. در آستانه زمستانی تاریک به آخرین شکوفه و بهار میاندیشم. اگر هنوز بیدار در انتظار باشد چه؟ اگر تا من بیایم پلک هم نگذاشته باشد چه؟ اگر قد افراشته باشد تا نور سرچرخانده باشد سوی دریچه و هر لحظه انتظار و لبخند را زمزمه کرده باشد چه؟ امید با یک سنگک داغ میرسد، خودش سرپنجه راه میرود، اما بوی نان در راه رو میرود. عطر خنده بوی خون را میپراند. ترس در گوشم نجوا میکند اگر فریب دیگری باشد چه؟ میگویم اگر چاره دیگری نباشد چه؟ چه میدانم دست ترس را میگیرد. امید چراغ قوه‌اش را روشن می‌کند و روی لخته‌های خون یاس چهارپر تراس خانه را با نوک انگشت نقاشی می‌کند. می‌گوید صبح نزدیک است. دریچه اگرچه تنگ و راه اگرچه طولانی باید رفت. حتی اگر دریچه به دره‌ای باز شود. شاید که آخرین شکوفه تاب آورده باشد و پیش از آن که بیشتر دیر شود.